من ساریان هستم با مرور مهمترین خبرها و عناوین روزنامه ها از استدیو اکو ایران با شما هستیم خبرهای روزهای گذشته همطور که در جریان هستین به جنگ روسیه و اوکراین برمیگرده از ایران اول شروع بکنیم بعد بریم روی خبرهای دیگه آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون گفته که ایران آماده نقش آفرینی دیپلماتیک برای کمک به بازگشت صلح به اوکراینه آقای رئیسی گفته که ایران با سلطه و سلط پذیری مخالفه و از حق تعیین سرنوشت همه ملت ها حمایت میکنه از دیگر نکات صحبت های دیروز آقای رئیسی میشه به این هم اشاره کرد که گفته که دیپلماسی و پایبندی صادقانه به تعهدات بین المللی توسط همه طرف ها نه تنها تنها راه پایدار و تنها راه حل پایدار و عادلانه خروج از وضعیت فعلیه ایشون هم به نوعی حالا مخالفت خودشون رو با این اتفاقات نشون دادن و اینکه اصلا حفاظت از جان شهروندان و غیر نظامیان و رعایت حقوق بشر دوستانه مورد توجه همه طرف ها در این مناقشه در اوکراینه این صحبت مهمی بود که دیروز آقای رئیسی داشت اما از تحریم هایی بگیم که بر علیه روسیه تا اینجا کار حالا شاهدش هستیم وضع شده رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم فندرلاین گفته که اتحادیه اروپا حریم هوایی خودش رو به روی هواپیماهای روسیه میبنده هواپیماهایی که چه در مالکیت یا ثبت یا در کنترل روسیه باشن نمیتونن در کشورهای این اتحادیه پرواز بکنن بشینن بلنشن به چون واسق عبور از این کشورها رو ندارن و خیلی از کشورهای اروپایی هم شروع کردن به اقدام و حالا این رو هم به نوعی تایید کردن که در کشورهای اونا هم نمیتونه این هواپیماها تردد بکنن همچنین یه خبر مهم دیگه اینه که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته که راشا تودی و اسپوتنیک که حالا رسانه های روسی هستن حق ندارن که در اروپا به پخش تبلیغات سمی و مخرب خودشون ادامه بدن این حالا صحبتی بوده که خانم فندرلاین داشته و اینکه فیفا هم استفاده از پرچم و سرود روسیه رو در مسابقاتی که یک طرفش تیم روسی هست رو ممنوع کرده و گفته که در روسیه هم مسابقه بینالمللی برگزار نمیشه این حالا اقداماتی است که انجام شده خبر دیگه که میتونیم بهش اشاره بکنیم این هستش که آقای باقری کنی مشاور،, مشاور, در واقع مذاکره کننده ارشد ایران در وین دیشب رفتن به وین و اینکه خبرنگار بلومبرگ از در واقع آقای اولیانوف نقل کرده که ایشون گفتن که موضوع تضمین حل شده و یه سری فقط تصمیما مونده و اولیانوف گفته تقریبا مطمئنه که تا پایان هفته توافق میشه حالا اینکه ما چقدر میتونیم به این حرف امیدوار باشیم چون آقای گلیانوف ما با, ما با تویت, ها تویت, های ایشون در واقع میفهمیم که حالا در مذاکرات چه خبره حالا اینو گفتن که ما باید ببینیم که حالا واقعا جلسات برگزار بشه ببینیم روند مذاکرات چطور هست و اینکه آیا تا پایان هفته واقعا همونطور که آقای گلیانوف گفتن توافق حاصل میشود یا نه اما روزنامه های صبح رو با هم بررسی بکنیم روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر موتور تخریب بازار مسکن اومده اشاره کرده که به یکی از در واقع گزارش های مرکز پجرایش های مجلس رو بررسی کرده که گفته که این پیشنهاد هست تو این گزارش که بیان در واقع بروکراسی شهری رو گفته بوروکراسی شهری در درآمد ناسالم شهری زینفه و اینکه میگه که سال هاست که کارشناسان اقتصادی میگن که شهرداری ها بیان به جای تراکم فروشی و تدوین بودجه های متزلزل برای اداره شهرها که حالا اسمش رو میذاره درآمد ناسالم و ناپایدار بیاد از قویترین منابع مالی یعنی شارژ شهری رو فعال بکنه که گفته تو تهران این منبع که هم عوارض نوسازیه ظرفیت پوشش دست کم سی تا چهل هزار میلیارد تومن از هزینه ضروری پایتخت مثل تجهیز مترو و اتوبوسرانی رو داره اما هیچ وقت این به کار گرفته نشده یه که روزنامه دنیا اقتصاد هم به در واقع جنگ روسیه و اوکراین اختصاص داره و به این نکته اشاره کرده که پوتین دستور آماده باشه نیروهای بازدارنده اتمی رو صادر کرده این اتفاقی بود که دیروز اتفاق افتاد پوتین این دستور رو داد و همچنان هم ناتو گفته که ما در واقع مداخله نظامی نمی کنیم اینم حالا از خبرهای دیگر دیروز بود که خیلی مهمه و روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر جنگ خیابانی در خارکیف بهش اشاره کرده اما بریم روزنامه سازندگی روزنامه سازندگی تیت زده فرمان هسته ای و اون هم این روزنامه یعنی اکثر روزنامه ها موضوع مهمشون همین موضوع که پوتین رئیس جمهور روسیه نیروهای بازدارنده هسته این کشور رو در حالت آماده باشه ویژه قرار داده و آمریکا این فرمان رو کاملا غیر قابل قبول دونسته و اینکه رئیس جمهور اوکراین هم گفته که آماده است آقای ولادیمیر زلنسکی که این روزها ما خبرهای زیادی رو در باره ایشون میشنویم و گذشتهشون و اینکه الان رئیس جمهور اوکراین هستن روزنامه هفته صبح به مذاکرات اشاره کرده با تیتر معموریت ویژه باقری در وین و گفته که آیا این دوره مذاکرات شام آخر توافقات هسته است این سوال رو مطرح کرده عکسی که روزنامه هفته صبح با دیدار به دیدار سفیر ایران در اوکراین اختصاص پیدا کرده که با دانشجویان دیداری رو کرده بود دانشجویانی که هنوز هم مشخص نیست که آیا همشون تونستن به مرز لهستان و اون کشوری که گفته شده بود برسن و برگردن نه چرا که ما فیلمی رو دیشب در فضای مجازی داشتیم که مرزهای لهستان یه جوری یه تجمع خیلی زیادی بود و اینکه فکر میکنم بسته بود به روی اوکراینی ها و حالا باید ببینیم که واقعا چه اتفاقی میفته امیدواریم که همشون بتونن که در جای امنی باشن و بتونن برگردن روزنامه همشهری تیت زده بدقولی خودروسازان در افزایش تولید و اینکه گفته که تولید برخی از خودروسازان در بهمن ماه امسال به نصف رسیده و همراه با کاهش تولید سیاست کاهش فروش رو هم در دستور کار خودشون قرار دادن عکس یک روزنامه همشهری به در واقع واگذاری استقلال و پرسپولیس اشاره داره که در فرابورس قرار بود اینا واگذار بشن و اینکه گفته که ادعی گفتن در هیچ شرایطی اجازه واگذاری سرخابی ها را نمیدهند رئیس سازمان خصوصی سازی هم که گفته بود اگه واگذاری انجام نشه من استعفا میدم روزنامه آرمان ملی به خبرها حالا از یک جنبه دیگه به خبرهای اوکراین اشاره کرده با تیتر خودکشی در سان پترزبورگ گفته که مدیر مالی پردرآمدترین شرکت انرژی روسیه معروف به گاسپروم در شهر سان پترزبورگ دست به خودکشی زده که نشان از عمق تاثیر جنگ اوکراین و تحریم های کمرشکن علیه روسیه و کمپانی های روس دارد آفتاب یزد عکسی از آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو که در میدان جنگ هست زده به عنوان عکس یکش و اینکه گفته که درس زلنسکی به سیاست مداران پر مدعا تیتر یکی روزنامه آفتابه است هم گفته آیا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پاسخ می دهند و اینکه گفته که بازرگام چگونه به پیشگامان کویره است واگذار شد و به این نکته اشاره کرده شرکت دانش بنیان و جوانان نخبه فعلا باید پشت خط باشند تا بعد روزنامه اعتماد تیت زده حال و روز ایرانیان در اوکراین و اینکه به توافق روسی و اوکراین برای گفتگو در مرز بلاروس اشاره کرده عکس یکش هم هم به همین موضوع اختصاص داره و اینکه وزارت علوم گفته آماده پذیرش دانشیان ایرانی دانشگاه های اوکراین هستیم روزنامه ایران تیت زده اجماع ملی بر حراست از خطوط قرمز و به این نکته اشاره کرده که علی باقری به منظور مشورت با مقامات کشور به ایران برگشته بودند که با دستور کار سیانت از منافع ملی شب گذشته راهی وین شدند و عکسی که روزنامه ایران هم به حالا تجارت خارجی ایران اشاره داره گفته که افزایش 25 میلیارد دلاری تجارت خارجی و به این نکته اشاره کرده که تجارت 11 ماهه پارسال ایران حدود 65 میلیارد دلار بود امسال این عدد به 90 میلیارد دلار رسیده روزنامه کیهان تیتزده قانونمند شدن فضای مجازی به نفع کاربران علیه ولنگاران و کلاهبرداران این روزنامه اومده گفت به طرح در واقع حالا سیانت یه جورایی اشاره کرده و اینکه گفته که حالا رسانه های معاند از یک سمت و رسانه های جریان مدعی اصلاح طلبی از سمت دیگه به سمت قانون و قانونمند شدن هجوم و حجمه را آغاز کردند و رسانه های این طیف هم به دفعات با دروغ مثل مسدود کردن اینترنت علیه استقلال کشور در محیط مجازی شورش کردند حالا این صحبتی که روزنامه کیهان داره و روزنامه کیهان هم به این صحبت ابراهیم رئیسی اشاره کرده که ایران آماده نقش آفرینی دیپلماتیک برای کمک به بازگشت صلح به اوکراینه روزنامه جامع جمع تیت زده پیشروی گام به گام برای خونساسازی تحریم و این روزنامه هم به مذاکرات و حالا تصویر توافق احتمالی دولت سیزدهم اشاره کرده روزنامه شرق با تیتر جنگ گاز گفته آیا نفت و گاز ایران جنگ روسیه و غرب را پیچیده پیچیده تر می کند ایشون یه گفتگوی را هم با حسین راغفر داشتن و گفتن که برندگان علیه بازندگان این تیتر این گفتگو هست روزنامه جمهوری اسلامی مقاومت مردم و ارتش اوکراین در برابر لشکرکشی متجاوزان روس تیترش هست و از قول سی این این گفته که حمله روسیه با مقاومت سخت اوکراین مواجه شده البته اینم بگیم خیلی هم میگن اینکه حالا پوتین گفته که ما نیروهای هسته‌ایمون آماده باشم به این دلیله که کارش تو اوکراین سخت بوده و با مقاومت مردم روبرو شده آخرین روزنامه که بررسی میکنم روزنامه ابتکار حمله حمله به اوکراین و تهدید پنهان جهانی گفته آیا پوتین با حمله به اوکراین به دنبال احیای شوروی سابق است این موضوعی که روزنامه ابتکار بهش اشاره کرده مسئله هستش که خیلی از کاربران حتی در فضای مجازی خیلی از کارشناسان هم بهش اشاره کردن که این فرضیه رو دادن که شاید حالا پوتین به دنبال احیای شوروی سابقه ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودین امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین نظراتتون رو برامون کامنت کنید